با سلام خدمت دوستان عزیزم، این 69مین لایویه که من دارم با یکی از دوستان عزیز هنرمندمون. تا دوستان دیگه‌مون جمع بشن، به یک دکلمه زیبا با شعری از استاد محمد رضا لطفی گوش میکنیم. پروژه داستان نویسی هزار و یک شب، گروه معرفی استادان و هنرمندان، با احترام تقدیم می‌کند. سروده ای از استاد محمد رضا لطفی. سلام، گفته باشم مال دنیا مثل ماهی خیز هست، در برون باشد هر آنچه در درون نیز هست، در درون خویش دارم هر چه لازم شود، بهتر از هر چیز بیرونی و شورانگیز هست. وام بیرونی فراوان است، حس و بهرهش بهره اقساط، اما از درون ناچیز هست. در حقیقت از درون هر وام میگیری بدان بهرهای هرگز ندارد، برکتش لبریز هست. آی آدم ها که بهره میزند چشمان کن، این چنین کسرت فقط از چشم های هیز هست. آی آدم ها که لحظه می زند چشمانتان، این چنین کسرت فقط از چشم هیز هست. چون اقابی تیز پرواز و بدون زدن، چشم های هیز را من آزمودم تیز هست. چشم باید بست دنیا بفن چون اقاب، آسمان را در مرمیدن مرمش نیز هست. چون خدا از ادهی تنها حمایت کند، این جهان که عرصه یک موش چون چنگیز هست. آبرومی با چنین اندیشهای همراه شد، هرچه از بیرون به دست آید فراوان نیز هست. هرچه از بیرون به دست آید فراوان نیز هست. شبه زیبایی از استاد محمد رضا لطفی، صدا و میکس حمید رضا شاه، کاری از پروژه داستان نویسی هزار و یک شب، گروه معرفی اساتید و هنرمندان. با عزتون جناب آقای فرزندگان، من یک دقیقه صحبت میکنم راجع به سازمان و لایو رو به شما میسپارم با اجازهشون. سازمان لاودر سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای ترویج و تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت میکنه. لاودر سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وهاب مدت 5 ساله که در شهر کلگری در کانادا در حال فعالیته و ما در این مدت برنامه و پروژه های عمومی متعددی را ارائه دادیم، از جمله نقاشی های دیواری در سطح شهر، کارهای هنری دست جمعی با خانواده ها، برنامه های آموزشی حضوری و کانال فارسی آموزشی یوتیوب هزار و یک شب.
تا به امروز ما خدمات این سازمان را به افرادی که بیشترین بهره را از این خدمات میتونستن دریافت کنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم و حالا هم با پروژه داستان نویسی 1001 شب و معرفی هنرمندان و اساتید در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم مهمان عزیزی داریم که ازشون خواهش میکنم خودشون رو معرفی بکنن و این ساعت لایو ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید قربان، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. به نام خدا، من کوروش فرزانگان هستم، متولد شهر بندر انزلی در استان گیلان و شغلم هم فیلم ساز هستم. احسن به شما، احسن. ببخشید دیگه آقای فرزانگان، یه خورده معطلتون کردیم، گفتیم چون دوستانم جمع بشن همه توی لایو و که همگی با هم باشیم در خدمتتون. خواهش میکنم. جناب فرزانگان، هنر شما در خلاصه چی شد که کارهای هنری تون رو شروع کردید و کار هنری چه تأثیری تو رویات شما داشته؟ خدمت رو عرض کنم که دوستی داشتی میگفت که علت پرطرفدار بودن هنر توی شهری مثل انزلی وجود آسمان آبی و دریای نیلگونه و آب و باد و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا روحیات متفاوت و هنرمندانه تری رو افراد داشته باشن. منم به هر حال جدا از این سیستم نیستم و متأثر از فضایی هستم که دارم توش زندگی میکنم، ولی اون چیزی که یادم میاد پایه و اساس کار من در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسته شده و اونجا میرفتم تو کلاساشون شرکت میکردم، انواع بازی ها، انواع فیلم ها. مثلا من یادمه که برای اولین بار فیلم عمو سیبیلی بهرام بیضایی رو اونجا دیدم، فرض مثال فیلم ساز ذهنی رو اونجا دیدم. اینا رو من تاثیر گذاشت و گرایش رو در من ایجاد کرد تا که از کودکی گذاشتم و نوجوانی رسیدم. در نوجوانی به دلیل ارتباطم با بچه های گروه های نمایشی کار نمایش رو انتخاب کردم، بازی کردم، توی تئاتر دانش آموزی بازی کردم، جایزه گرفتم و از این جایزه گرفتن لذت بردم و تشویق شدم که کارم رو ادامه بدم و به طرف جلو حرکت بکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. چه البته تعداد خیلی زیادی دوستان ما در شمال کشور داریم که از نظر واقعا از نظر هنرمندی فوق‌العاده‌ان و تعجبم اینه که چطور شده این حجم از هنرمندا فقط تو شمال این کشور جمع شدن. همه ایرانیان منتها در شمال ما مثل که خیلی بیشتر هنرمند داریم. هر اقلیم به هر حال شخصیت خاص خودشو داره و افراد خاص خودشو پرورش میده. ولی شمال کشور خیلی بسیار بوده. مثلا الان تعداد افرادی که الان من با دوستانی که الان آشنا شدم و خیلی هستن، فکر میکنم نزدیک به بیش از 70-80 نفر از دوستان از شمال کشور هستن که الان با هم صحبت داریم. نسبت به بقیه جای کشور میبینم که شمال خیلی بیشتره، انگار که هنر و ادبیات و خلاقیت توی شمال به قول شما باد و ماه و خورشید همه در کارن بوده، همه چی بوده و جایگاه هنر آماده بوده برای این کار. خدمت شما عرض کنم که چه تعداد اثر هنری و با چه موضوعاتی شما دارید جناب فرزانگان؟ من فکر کنم 19 تا فیلم کوتاه و مستند ساختم و یکی دو تا مجموعه برای تلویزیون کار کردم. مثلا اولین فیلمی که ساختم یه فیلم 1 دقیقه، یه خودم نسخه ازش ندارم متاسفانه، به نام فیلم دالغا. دالغا یعنی موج. راجع به تلیای نفکشی بود که می اومدن سوپگیری می‌کردن و نفتشون رو زمین خالی می‌کردن و می‌رفتن. یا مثلا فرض بزن کار دوم من بعد از عشق، کار سوم من کسی میآید، کار چهارم من حبابه. اینا همه ارتباط مستقیمی با عناصر محیط زندگی من دارن. فرض مثال حباب راجع به صید و شکاره، مالا راجع به زندگی صیاداست، خدمتتون عرض کنم. پایان راجع به لنگرسازیه که دوران کاریش به اتمام رسیده، خدمتتون عرض کنم. الماس آبی راجع به پیرمردی که عاشق یدک‌کشیه که سالها کاپیتانش بوده. من جدا از محیط اطرافم نبودم و کارهای من گویای این قضیه هستن. اگه بخوام مثلا تو کارهای تلویزیونیم شاخص معرفی بکنم، مثلا فیلمی ساختم برای تلویزیون به نام پاماله. پاماله به زبان گیلکی میشه رد پا،
راجع به تاریخ فوتبال کلنزریه که خیلی طرفدار داره و خیلی ها منو اصلا با این فیلم میشناسن. صحبت که بکنیم کارهای دیگر رو شاید نشناسن، برای که به حال فوتبال تو خون و روح مردم اینجا جریان داره و این ارتباط وجود داره. خدمت رو عرض کنم هست، کار دیگه هم هست، ولی شاخصش چیزایی که بهتون گفتم. تو جشنواره ها هم شرکت کردین شما؟ بله، من تو جشنواره ها بودم و یکی از خوشحالی هام اینه که من تو جشنواره داخلی خیلی جایزه گرفتم. تو جشنواره داخلی میدونیم برای من ارزش داره، برای اینکه از جنس خون و از جنس رگ و از جنس پوست خودم و استخون خودم کار ساختن و کارهای منو دیدن و پسندیدن. من اولین جایزه زندگیمو تو جشنواره تئاتر دانش آموزی گرفتم و همیشه فکر میکردم که من باید یه کاری بکنم که از دوباره جایزه بگیرم. 11 سال طول کشید، من 11 سال بعد تو فستیوال سینمای مستند ایران کیش که به همت جناب آقای کامران شیرده استاد بزرگوارم برگزار میشد، فیلمی ساختم به نام کسی میآید. یک سال عاشورا با مراسم عاشورا با سالنو با هم یکسان میشن. من سال قبلش این قضیه رو میدونستم، اومدم و یه فیلم از تقابل این دو ساختم که کنار هم میشینن، پیرزنی که میخواد سفره هفت سین پهن بکنه و جوانایی که آماده میشن برای سینه زنی به اوج عاشورا برسن. که این فیلم وقتی که به اوج عاشورا که میرسن، ماهی که قرار سر سفره هفت سین قرار بگیره توی تون میشکنه و میفته پایین، میشکنه و ماهی ها جون میدن، فیلم تموم میشه. این فیلم اون سال تو کیش یک دفعه جایزه گرفت و منو به طرف جلو حرکت داد. سال بعد با فیلم پایان تو کیش جایزه گرفتم. سال بعدش هم با فیلم الماس آبی که زندگی اون پیرمرد و کشتیش اون جایزه گرفتم. سال 84 جایزه بهترین فیلم تندیس سیمین جشنواره بینندگان فیلم رشد رو گرفتم با فیلم مالا که یه نگاهی داره به زندگی مردم صیادای شمال کشور و سختی‌هایی که می‌کشن و عذاب‌هایی که می‌کشن برای اینکه بخوان یه لقمه نون حلال در بیارن، که حتی تو اون فیلم انقدر عجیب و غریب پیش رفت که خودم متوجه نشدم به اون نقطه رسیدم. شخصیت قهرمان داستان من که یه محیطبانه بر اثر تصادفی که با صیادا میکنه میمیره و واقعا فیلم من پروندهش با پایان با مرگ اون محیطبان بسته میشه. من جایزه‌های دیگه‌ام فکر کنم جایزه انجمن فیلم کوتاه ایران رو تو جشنواره فرهنگ و صنعت گرفتم و جایزه بهترین فیلم تجربه جشنواره فیلم کوتاه تهران رو با فیلم ضد خاطرات گرفتم. بعد بفرمایید که خارج از ایران هم شما شرکت کردید تا حالا یا سعی کردید که برای خارج از ایران هم حرکتی داشته باشید؟ داری منو؟ بله 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 بس شدید نمارته. خواهش میکنم. نوع ساختار ذهنی کار من طوریه، چیدمان طوریه که شاید اونور کمتر طالب داشته باشه و کمتر پذیرنده باشن. من اینجایی هستم و با سبک و سیاق خودم کار میسازم و اونقدر کار میسازم تا یه روز بیان دنبال من و منو پیدا بکنن. این خیلی برای من مهمه و ارزش داره. البته حضور داشتم، مثلا جشنواره ملل اتریش حضور داشتم که دیپلم افتخارش رو گرفتم. چند وقت پیش یک سری از کارام توی جشنواره تو ایتالیا پخش شده. نمایش فیلم مالام تو بخوم و آلمان چند ماه پیش داشتم. حضور داشتم ولی حضورم همراه با تشویق و تحسین نبوده و حضورای خیلی معمولی بوده. ولی من در داخل ایران هر آنچه که دوست داشتم تقریبا به دست آوردم. باریکلا آفرین. مسلماً سوالی که میخوام بکنم برای شما جوابش مثبته و اونتا میپرسم چون سوالایی که من میکنم از همه دوستانی سوال میکنم که آیا شما دوست دارید با هنرمندان دیگر هم همکاری داشته باشین؟ اوج آرزوی منه همکار بودن با هنرمندا، اوج آرزوی منه هم نشینی با هنرمندا، اوج آرزوی منه، قسمتی از وجود منه. من افتخار میکنم که با هنرمندا هم نشین باشم، بگم
بخندم، یاد بگیرم. من دیروز یه فیلم کوتاه از یه هنرمند بزرگ مجار دیدم، روزهاست که دارم فکر میکنم، روزهاست که بر من گذشته، ولی دارم به این فیلم فکر میکنم. چه بهتر که با هنرمند اون فیلم هم بشینم صحبت بکنم، هم صحبت بشم، هم نشین بشم و بتونم به طرف جلو حرکت بکنم. این هم نشینی منو به طرف جلو حرکت میده، این دیدن ها منو به طرف جلو حرکت میده و من عاشق با هم بودنم. حسن به شما، چقدرم خوبه این نوع تفکر، واقعا عالیه. حتما آدم به جای خواهد رسید با این نوع تفکر، چون ادامه راهه. اینطور آدم بخواد فکر کنه که همنشینی داشته باشه تا یاد بگیره. شما دیدگاهتون نسبت به هنر و خلاقیت کلن چیه؟ ببینید، هنر یه قسمتش ژنتیکه و داخلیه و یه قسمتش بیرونیه. و ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم باید بگیم من آدم دیروز نیستم و میخوام یه قدم به طرف جلو بردارم. خلاقیت یعنی یه قدم به طرف جلو برداشتن. خلاقیت یعنی پاک کردن همه چیز و از دوباره نوشتن. من چند روز پیش یه مطلبی میخوندم راجع به کتاب صلح و جنگ لئو تولستوی، میگفت 8 بار بازنویسی شده. 8 بار بازنویسی شده. حالا نمیدونم چقدر صحت داره این جمله‌ای که من خوندم، ولی 8 بار بازنویسی شده. دیدن، شنیدن، یاد گرفتن، آموختن، پاک کردن و از دوباره نوشتن، پاک کردن و از دوباره نوشتن. و این خلاقیت جایی به شما میچسبه که شما در اوج پاک کردن و نوشتن هستید. در اوج چجوری بگم، در اوج خلاقیت هستید. اوج خلاقیت یعنی پاک کردن و نوشتن، پاک کردن و نوشتن تا به اون نقطه‌ای که می‌خواید برسید. احسن، زیبا گفتید، خیلی قشنگ. من تا حالا به پاک کردن و نوشتن، البته میدونم که پاک کردن و نوشتن تکمیلش میکنم، ولی اینجوری که شما گفتین خیلی قشنگ‌تر. در حال حاضر مشغول چه نوع فعالیتی هستین شما؟ من الان یه فیلمی رو دارم میسازم، در مرحله تدوینش هستم، به نام 48. یه فیلمی هست راجع به یه دختر پسر جوان که روز عروسیشونه و داستانهایی براشون پیش میاد، یه اتفاقاتی براشون میفته. فیلمنامه این فیلم رو آقای حمید فرحناک نوشتن، دوست عزیزم، زحمت کشیدن و من در حال ادیت کردن و صداگذاری و تدوین و مونتاژ این کار هستم. درگیر این کارم با ایشون. ما یه برنامه لایو پایین داشت. به امید خدا. به امید خدا ایشالله. دوست داری این کارا رو؟ نه، کدوم کارا رو؟ همین کار فیلم سازی رو دوست داری؟ هیجان داره؟ نه خیلی. من چند شب پیش یه جایی بودیم، یکی برگشت به من گفت که فلانی، مثلا 20 سال بود هنوز نیده بودیم، فلانی دوست داری که برگردی به گذشته؟ گفتم نه. خیلی راحت گفتم نه. خیلی از من دلخور شد، فکر کنم. گفت چرا؟ گفتم من دارم تجربه جدید انجام میدم، من دنبال جستجوگر چیزهای جدید در دوران جدید زندگیم هستم. من وارد دهه پنجم زندگیم شدم و آدم دهه 3 دهه قبل نیستم. من دارم جستجو میکنم به چیزهای زیباتر برسم، به نقاط بهتر برسم و گذشته رو میذارم همونجا بمونه و آینده رو نگاه میکنم. حالا واقعا آینده رو چطوری میبینی؟ آینده رو؟ آره. نمیدونم. نمیدونم. آینده رو بستگی داره چقدر تلاش بکنم، بستگی داره چقدر صداقت داشته باشم، چقدر رو آینه میشونم و به خودم بگم که تو امروز مرتکب کار خطایی نشدی و صادقانه به خودم بگم میتونی به طرف جلو حرکت بکنی. آینده زیباست، هرچی هست زیباست، من میخوامش، هر طوری باشه من میخوامش. برکالله. آفرین. در فیلم کاسپی هم فوک ندارد، زیرنویسی به چه زبانیه؟ اون زبان ما اختراع کردیم. همچین چیزی وجود نداره. فقط یه دونه چیز هستش، کلمه هست به فوک دریای خزر یا به فوک دریای کاسپی هم میگم فوکا کاسپیکا. تو اصطلاح علمیش میگم فوک کاسپیکا، فوک دریای کاسپیان. ما همونو برداشتیم و اون زیرنویسا رو درست کردیم براش. کانا کاسپیکا، کاندو کاسپیکا، سرنجیا کاسپیکا،
بالا کاسپیکا مثلا بالا کاسپیکا اصلا فیلمو نگاه کردیم هی گفتیم خدا این زیر نمیسیم هر چی رو میزنیم جواب بگو چی کار کردید شما. خب جالب بود. من فیلم های شما رو میتونم توی لابلای برنامه هایی که پخش میکنیم پخش بکنم تو کانال های مختلف. باعث افتخار من. من بقیه فیلم ها لینک درست میکنم برای تو میفرستم که بتونید دریافت بکنید. ممنون میشم، خیلی ممنونم. چون ما یکی از کارامون، یعنی به دلیل این که ما این کار رو شروع کردیم برای یه معرفی هنرمندانمون و مخصوصا هنرمندانی که دیده کم شدن و میخوایم که دیده بشن، ما این کار رو داریم میکنیم که واقعا هنر دیده بشه، هنرمند دیده بشه، سرمشق بشه، آمادگی پیدا کنن. اون آدمایی که میخوان شروع بکنن میترسن، برای هنرمند شدن، هنرورزی کردن، خلاقیت کردن یک چیزی به اسم نترسیدن لازمه و اون ترسیدن از خود شروع میشه. آدم باید خودشو بشناسه و سعی کنه که نترسه و کارهایی رو که ما از دوستانمون پخش میکنیم تقریبا تشویق میشه برای دیگران. اگر شما هم اجازه بدید که خوشحال میشیم که از کاراتون استفاده بکنیم. افتخار میکنم. خواهش میکنم. توصیه شما برای هنرمندانی که حرفه‌ای نشدن و میخواین شروع بکنن چیه؟ یعنی دقیقا همون حرفی که من الان زدم برای نشون دادن این فیلم ها و این چیزها، شما چه توصیه دارید برشون؟ آیا بخونن تا جایی که میتونن بخونن. از اینکه پرسیدن کتاب خوندن خوبه، گفت آره حتی شب قبل از خوابم 10 صفحه بخونی خوبه. بخونن تا جایی که میتونن بخونن، بعد برن ببینن، دیدن آنگاه اندیشیدن، آنگاه اندیشیدن و آنگاه خلق کردن. شما کارتون انجام بدین خود به خود میاد. بحثی میکردیم راجع به این که فضا برای حرکت بچه‌ها نیست، گفتم نه، شما حرکت بکنید جاده براتون درست میشه. شما باید حرکت بکنید، استارت رو باید بزنید. مثلا من چند وقت پیش یه جا دعوت بودم توی برنامه، گفتن که صحبت راجع به روز حافظ بود، گفتم من مدیون شعر هستم، مدیون شعر بشین، مدیون داستان بشین، مدیون ادبیات بشین و اون وقت دین خودمون رو ادا خواهیم کرد. اگر مدیون اینا شدیم، خوب ببینیم، خوب بخونیم، خوب لذت ببریم و آنگاه خود به خود خلق اتفاق میفته، خلق اثر هنری اتفاق میفته. نباید برای این کار زور زد و نوری که تو از آن رد نشوی آن که نور نیست، سبز است، آبی است، ولی نور زور نیست، نور زور نیست واقعا. باید به دستش بیاری، باید براش تلاش بکنی، اما زور نباید بزنی. تا رو کارهای مجید بالازاده فکر کردی که فیلمی از توش در بیاری؟ من با مجید بالازاده مدت زیادی نیست که آشنا شدم، ولی از داستانهاش خوشم اومده و بهش هم گفتم قابلیت سینمایی داره، کاراش قابلیت سینمایی داره، ذهنیتمون به همدیگه نزدیکه. من دوست دارم که این کار رو انجام بدم و فکر میکنم زمانش برسه حتما این کار رو انجام میدم. منم هستم، کمک میکنم اگر خواست کار مجید خواست چیز بکنی، هر کمکی باشه من در خدمتم. خدمت از منه. چون واقعا کار مجید خیلی قشنگه. من چند تا از کاراشو برام نوشته خوندم، کاراش خیلی قشنگه و اسم میکنم که اگر یه روح سینمایی بهش بدید کار قشنگی از تو فیلمش در میاد بیرون. کار خاصیه. آره. کارش کار خاصیه. آره و خیلی هم چیز دیگه، خیلی هم تقریبا عامه، یعنی یه حالت عام داره و انگار که بعضی جای داستانی که میخونی انگار مثلا خودت هم تو اون داستان بودی، یه روز تو همون موضوع بودی، یه اتفاق همونجوری برات افتاده. اینه که آشنا به نظر میرسه نوشته هاش. به من که چسبید چون داستاناش رو زندگی کرده. آره چند تا هم کتاب نوشتی؟ حالا مثل که خوندم، کتابش رو خوندم، کتاب اولش رو خوندم، کتاب دومش هم هست که داره میادش برون به امید خدا. خب ببین، ما در رابطه با همین برنامه ها همدیگر داریم میشناسیم، همدیگر داریم ساپورت میکنیم. من مجید بالازاده، آقا بالازاده رو نمیشناختم، مجید از تو همین برنامه ها پیدا کردم و تا اونجا هم که میتونم و دستم میرسه دارم میگم، نه برای مجید، برای تمام دوستانی که
دارم باهاشون مصاحبه میکنم و نشونشون میدم، هر اتفاقی جایی بیفته که احساس بکنم میشه از آقای کوروش خان استفاده کرد، میگم آقا یه کسی هست به اسم آقای کوروش خان، میخواین من تلفنشو بدم، آدرسشو بدم، تماس بگیرید؟ یعنی این اتفاقی که داره برای این داستان میفته، داستان نویسی میفته، داستانیه که هم امروزش هست هم فرداش هست. حالا قبلش که ما نبودیم، قبلش هم همین چیزهایی که شما الان دارین تعریف میکنید که این اتفاق افتاده. خیلی اتفاقا من خوشحالم از این مطلبی که دوستانمون در رابطه با این برنامه ها دارن به همدیگه خودشون جوینگ میشن، خودشون با همدیگه دارن نزدیک میشن و کاراشون نزدیک. خیلی عالیه این. چه اشخاصی بهترین تأثیر رو در شروع و دوام کار هنری شما داشتن تا حالا؟ پدر و مادرم. آفرین. پدر و مادرم به بزرگترین تأثیر رو تو زندگی من گذاشتن. من کار آخرم طوری پیش رفته که بعضی وقتا فکر میکنم که منیجر این کار، مدیر این کار مادرم. اگه حمایت اون نبود من اصلا روپا نبودم. خیلی خیلی تأثیر گذاشتن به من. خیلی خیلی تأثیر گذاشتن. آفرین. تو فیلم یا الماس بود؟ الماس آبی. الماس آبی اون بازیگرش کی بود؟ بازیگر نیست، اون واقعیته. اون کاپیتان شیپینگ جروف یا سرموتوریست اون کشتیه بوده سالها. اون یدک‌کشه بوده که توش زندگی میکرده. سید مهدی میرخسروی بازنشسته بندر بوده. بعد از اینکه کشتی بازنشست میشه، اونم بازنشست میشه و دوتایی تو اون زندگی میکنن و اون زندگی زندگی واقعی اون پیرمرد، بازی نکرده. احوالات پیرمرد. چون حس فیلم یه چیز دیگه بود. من کارهای شما رو چند داری که برام فرستادین دیدم، خیلی هم خوب دیدم اونا رو و حس فیلم اینجوری میگفت که خیلی باید، یعنی چیز نیست، هنرپیشه نیست، اون واقعا همونجا داره زندگی میکنه و خیلی جالب بود برام. همون اتفاقم برای اون کشتی میفته. اتفاقی که پیش بینی میکرد، یه روز صبح میاد میبینه کشتی رو خورد کردن و دارن میبرن، چیزی از اون کشتی دیگه باقی نمونده. خاطراتشو خورد کردن دیگه. خاطراتشو خورد کردن، گذشتهشو خورد کردن. گذشتهشو خورد کردن. اینجور زندگی کنن خیلی بده، خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. اگه واقعا دارای یک نیروی بودی که میتونستی کاری انجام بدی، تغییراتی انجام بدی، راجع به خودتون چه چیزی رو تغییر میدادین؟ هیچ چیز. ایدئال بوده تا امروز؟ هیچ چیز رو تغییر نمیدادم، ایدئال بوده. من به هر آنچه که دوست داشتم رسیدم و تنها چیزی که میخوام تو زندگی اینه که روی دوتا پام باشم، روی دوتا پام دراز بکشم، روی دوتا پام چشمامو ببندم. بارکالله، انشالله که همینطورم بشه. کارهای شما الان تو پیج به خصوصی تو فضای آنلاین جای پخش میشه، اگه پخش میشه دوت بفرمید بگید که دیگه دوستانم در جریان باشن بدونن. من فکر کنم یه دو سه تا از کارام توی آپارات فارسیه، تو وبسایت آپاراته. از اونجا میتونن چند تا از کارامو ببینن فکر کنم. ولی سعی میکنم کارهای بیشتری بذارم، باهاتون در ارتباط باشم و شما بتونین کارها رو تقلید بکنین و به فضای مختلف اطلاع بدین که این کارا هست و قابل دیدن. من به غیر از اینکه حالا تو خودمون تو کانالای خودمون میذاریم پخش میکنیم، من هر جایی که ببینم که این کار به دردشون میخوره، ارزشمنده، فهمشون به این کار میرسه، میفرستم. از شعر گرفته، موسیقی گرفته، فیلم گرفته، عکاسی گرفته، نقاشی گرفته، من تا اونجا که بتونم تو این کار دوست دارم مثلا این کار بکنم. دوست دارم که هدف این پروژه رو ثابت کنم، یعنی هنوز به اونجایی که نرسیده قبل از اینکه اون کتاب چاپ بشه، من دوست دارم که
این کتاب واقعا در واقعیت چاپ بشه. و واقعیتش اینه که وقتی الان من با شما دارم صحبت میکنم، فیلم شما رو الان بدونم فلان جا جشنواره هست که میتونه شرکت بکنه، حتی اگه شما خودت نباشی و من ازت بتونم وکالت بگیرم، من برات میبرم نمایش میدم اونو. مشکلی برای من نیست، من خیلی هم دوست دارم، افتخارم میکنم مثلا فیلم باشه، نقاشی باشه، موزیک باشه، شعر باشه، چون واقعا همون اینم یه نوع خلاقیته. هر کسی نمیاد بره این کار بکنه که آقا مثلا مال من نیستش، حالا اومدیم آقای فرزانگان گفت آقا چقدر خوب شد یه نفر پیدا شد رفت این کار کرد، من خودم کیف میکنم برم این کار بکنم. حالا به غیر از این که آقای فرزانگان اینجوری فکر میکنه، مثلا من خودم بیشتر خوشم میاد بس که قد شد یا نه تصویرتون ثابت شد. آه خوب شد، یه لحظه ثابت شد دو مرتبه اومد. آقای فرزانگان اگر که همون نیرویی که بهتون گفتم داشته باشین، چه چیز رو دوست داریم برای مردم تغییر بدیم؟ آیا چیزی رو دوست دارید برای مردم تغییر بدید؟ سر سال تحویل که میشه، دعای سال تحویل رو که میخونن، من براش یه معادله فارسی هم پیدا کردم و توی یکی از تیتراش میگم که ای گرداننده روزگاران، بگردان روزگار ما را آنچنان که بهترین روزگاران است. بهترین روزگاران رو برای ملت خودم، برای مردم خودم و تمام خوبای دنیا آرزو میکنم. آمین. جناب فرزانگان، ما تقریبا یه چیزی حدود 20 دقیقه دیگه وقت داریم. شما اگر واقعا صحبتی چیزی در رابطه با کارتون، با در رابطه با مشکلاتی که هستش در هر رابطه‌ای که به موضوع برنامه ما ارتباط داشته باشه دوست دارید صحبت کنید، من در خدمتتون هستم. این تایم مال شماست، این ساعت ساعت معرفی شماست. من یک سوال بله یک سوال دارم و اون سوال آخرمه. اگر شما صحبتی دارید من در خدمتتون هستم، در غیر صورت اون سوال رو بکنم ازتون. بفرمایید شما سوال آخرتون. سوال آخر من اینه که نظرتون نسبت به برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که ما می‌کنیم چیه؟ و چون که ما می‌دونید که ما از اول صحبت‌ها، اول همه لایف‌ها من میگم که ما در راستای ترویج و تجویز هنر و خلاقیت داریم این کار رو میکنیم و این کارم که تا امروز کردیم، همین الان من میتونم به شما بگم که تا یک سال دیگه من لایوام زمانش پره و اون چیزی که من فکر میکردم خیلی بهتر از اون چیزی که من فکر میکردم داره پیاده میشه. و شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که باستا به این کار چطور باشه و اصلا و این کار درسته ما این کار داریم میکنیم یا نه؟ همین فوق‌العاده از همین که وقت میذارین، انرژی میذارین، کارا رو میبینین، با افراد ارتباط برقرار میکنین. من یه دو یه جشنواره فیلم برگزار کردم در سطح در انزلی در سطح کشور و 24 تا از مستندسازای ایران رو دعوت کردم و تو این جشنواره تو این فستیوال اومدم و فیلماشون دیده شد، بحث شد، صحبت شد. من میدونم کار اجرایی کردن چقدر سخته. من 5 بار گوشی موبایلم رو گم کردم از بس سردرگم بودم که چیکار باید بکنم، چجوری باید بچینم، چجوری باید جمع جور بکنم. این کارا کارهای سخت و طاقت فرسای، کار ساده ای نیست. شاید الان همه ما شما رو خیلی مرتب جلوی دوربین ببینیم، ولی چه زحمتایی میکشید تا همچین برنامه‌هایی پخش بشه و آگاهی رو به داخل خونه‌های مردم میبرید، هنر رو به داخل خونه‌های مردم میبرید. من از همه میخوام که هنر رو تو خونه هاشون راه بدن، شعر رو تو خونه هاشون راه بدن، موسیقی رو تو خونه هاشون راه بدن. من یه دختر بچه 4-5 ساله است تو خونه بغلی ما، هر روز صبح با صدای موسیقی اون از خواب بیدار میشم، چرش فکر کنم من افتخار میکنم دخترم تو موسیقی میزنی. باباش اسخایی کرد، گفتم نه من افتخار میکنم، باعث سربلندی منه که به دست من یه موسیقیدان کوچیک داره زندگی میکنه و صدای شنیدن سازش من دارم لذت میبرم. اگر میخوایم روحمون پالایش بشه، اگر میخوایم روحمون آروم بشه، اگر میخوایم تیره یا درونمون رخت بربنده، هنر رو به داخلمون راه بدیم، موسیقی رو به داخلمون راه بدیم، شعر رو راه بدیم و بتونیم راحت نفس بکشیم و با افتخار زندگی بکنیم.
حتما دوشمون. ممنونم از صحبتی که کردید و نظری که دادید. یک دونه تشکر. همچنین ممنونم از وقتی که گذاشتید و این لایو رو با هم دیگه گذروندیم. لطف کردید. من دیگه صحبتی ندارم در این لایو. فقط خواهشم اینه که بعد از اینکه این لایو ها انجام شد، این صحبت کلیه برای همه دوستانمون، فیلم های شما در یوتیوب مخصوصا پخش میشه، این لایف ها پخش میشه توی یوتیوب و میمونه، و تا زمانی که پیگیری بکنید اینها رو، همیشه این فیلم میاد بالا رو صفحه یوتیوب. یوتیوب هم در سطح دنیا حدوداً یه چیز حدود 3 میلیارد تماشاچی داره و خیلی خوشحال میشم که حداقل خودتون هم کمک بکنید و بخواید که این فیلم ها دیده بشه. در اثر دیدی شما، چون یه فیلم ساز هستی، من میدونم که دقیقا متوجه میشین که در اثر دیدنه که دیده های بعدی شروع میشه. فیلم رو باید ببینن و مطلب فیلم رو باید درک بکنن. اینه که خواهش میکنم که حتما به دوستانتون، به آشنایانتون بگید که فیلم هاتون رو ببینن، که این فیلم ها مرتب بالا باشه، رو صفحه یوتیوب باشه که دیده بشه، که ما بتونیم بیشتر بهره بگیریم از برنامه‌ای که داریم انجام بدیم. این کمکیه که شما دوستان میتونید به این برنامه و این پروژه بدید. خیلی ممنونم مجددا از شما جناب آقای فرزانگان، تشریف آوردید. اگر که حرفی صحبتی نیستش، من خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود، قربونتون برم. خداحافظ. خداحافظ. روز پنجشنبه. خداحافظ.